با درود، در برنامه گذشته کجروی ها و تخریب های فکری فردید رو بخشیش رو به شما معرفی کردم، حتی نمیتوانم بگویم بخشی، چند عبارت رو که البته اون چند عبارت رو خوندم و توضیح دادم که همون چند عبارت حاوی کجاندیشی های پایه‌ای آموزش های اون بود، آموزش هایی که به واقع میتوانم بگویم تفکر آزاد رو در ایران کاملا خاموش کرد. ببینید، ادامه این نقد رو میپردازم و در حاشیه و کناره، نه در حاشیه، در کناره، میتوان اینجوری گفت، در کنار نقدی که بر سخنان او و آموزه‌های او و تأثیرات نه تنها او بلکه یک جریان وسیع که بخش بسیار مهمی از بستر سیطره اسلام سیاسی را در ایران فراهم کرد، حداقل امروز ما آگاه بشیم که بر چه زمینی ایستادیم. من بارها این مفهوم رو بهش تأکید کردم، به ویژه نسلای جوان باید بدونن، نسلای جوانی که فردای این سرزمین متعلق به اونهاست، از ما گذشته، از نسل من، نسلای نزدیک به من، فردا متعلق به ما نیست، گذشته. این نسلای جوان حداقل اشتباهاتی که نسل ما و نسلای پیش از ما مرتکب شدند، شما مرتکب نشید. ببینید، فردید یکی از منادیان مهم این اشتباهات بود. باز میگویم، بعضی ها تصور میکنن او مرده، ولی اندیشش هم امروز زنده است. اینو در گفتارهای پیشم بهش اشاره کردم. من روی شخص او نمیخوام تأکید کنم، من روی یک جریان فکری که اون نماینده این جریان بود، تنها او نیست، بسیاری کسان هم امروز نیست. عبدالکریم سروش یکی از نمایندگان این تیرگی هاست، کسانی که هنوز و هم امروز در ایران مجامعی رو برپا کردند و می کنند و خط آموزه های علی شریعتی رو ادامه می دن، نیز همین خط فکری فردید رو به نوعی دیگر ادامه می دن. بین فردید و حسین نصر و علی شریعتی و امروز عبدالکریم سروش و کسانی مشابه فرق نیست، اصلا روی این افراد سخن نیست، روی این نحو اندیشه صحبته. حالا این نحو اندیشه از بیان کی در میاد، اون اصلا مهم نیست. چیزی که برای من اندیشه ورز آزاداندیش مهمه و برای شما نیز باید مهم باشه، از میان بلند کردن اندیشه هایی است که نحو تفکری است که اندیشه آزاد رو قفل میکنه، میبنده. کتاب امروز بسته شده که این همه بیمایگی، بی دقتی، رخوت، ناتوانی در عنصر ایرانی به وجود آورده که به هر خفتی تن میدند. خب ببینید، موعظه نمیخوایم بکنیم، روزم نمیخوام بخوانم، خیلی عذر میخوام، باید بگویم این رو. ببینید، یه چیزی رو برای شما از حرفای آغازین فردید میخوانم. سید احمد فردید در دهه 20 با صادق هدایت نزدیکی و دوستی داشت. هدایت در بعضی از نوشته‌هاش و نامه‌هاش
به این دوستی اشاره کرده و به نحو رابطه‌ای که داشته. در اواخر دهه 20 برای چند سال با بورس دولتی توانست یه چند سالی در اروپا بیاد تحصیل بکنه که به هیچ نتیجه هم نرسید. از نظر مدرک دانشگاهی سید احمد فردید غیر از لیسانس فلسفه که در ایران گرفته بود و تصور میکنم لیسانس فلسفه رو در دانشسرای عالی دوره لیسانس رو تموم کرده بود و بعد دبیر شده بود، مدرک دانشگاهی دیگری نداشت. این اصلا چندان مهم نیست، یعنی لزوماً کسی که دکترای فلسفه میشه نمیتونه فیلسوف باشه، یعنی اندیشه ورز باشه. ابداً میتوانه کسی اندیشه ورز باشه، مرتب خونده باشه، زبانهای خارجی رو بلد باشه، حداقل یک یا دو زبان رو مسلط باشه و به این یک یا دو زبان تفکرات فلسفی رو و مکتبها رو منظم خونده باشه و حتی فراتر از دکترا نیز دانش داشته باشه. این اتفاق افتاده. نمونهش، حالا میزان دانشش چقدر بود، کسی که مثال میخوام بزنم اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشت، محمد علی فروغی بود. ولی اثری که به وجود آورده، یعنی کتابی که تألیف کرده که سیر حکمت، در اون روز یه کار بسیار بی‌نظیری بود و قابل تقدیر. حالا ببینیم فردید در این نوشته چی میگه. فردید چنان که اشاره کردم با صادق هدایت دوستی داشت، گفتگوهایی میکرد و دیدارهایی داشت. محمود کتیرایی در اواخر سالهای 40 یک کتابی رو تألیف کرد زیر عنوان کتاب صادق هدایت. خاطرات دوستان هدایت در اونجا هست و نوشته هایی از شخص هدایت. در بخش پایانی این کتاب یک گفتگوی محمود کتیرایی با سید احمد فردید داشته که به این اعتبار که سید احمد فردید نیز با صادق هدایت دوستی داشته و نزدیکی داشته و یه سری سوالی رو از فلسفی عمدتاً در ارتباط با هدایت از فردید طرح میکنه براش و فردید پاسخهایی به اونا میده. در یکی از پاسخهاش چیزی رو میگه که مورد نظر من در بحثهایی است که روی متد نگاه او مکس کردم میتونه مفید باشه. فردید میگه در هنگام آشنایی و دوستی با هدایت، این چیزی که دارم میگم در کتاب صادق هدایت تألیف محمود کتیرایی، یه جایی هم حتی تصور میکنم بله اینجا، بله اینجا نوشتم، هم حتی در یه جای دیگه هم دیدم که هست، در یه نوشته دیگه. در هنگام آشنایی و دوستی با هدایت من دبیر بودم و هم دانش پژوهی کوشا، هنوز خارج نرفته و هنوز مدعی فلسفه دانی بیشتر نیست، بعد با زد و بندهایی در دانشگاه نتونسته هنوز جایی برای خودش به عنوان استاد دانشگاه پیدا کنه و هم دانش پژوهی کوشا. پرورش من آخوندی نبود، اما چون جز فلسفه رشته های دیگر چندان چنگی به دلم نمیزد و اشتغال به فلسفه را هم جدی گرفته بودم، از همان آغاز کار دریافتم. از این دریافتم به بعد شبه جمله‌ای که میاد مورد نظر من هست و دلیلش که این عبارت رو خوندم الان، اون اینه: از همان آغاز کار دریافتم که تمامی فلسفه جدید، یعنی همین متافیزیک منظور، تمامی فلسفه جدید به ویژه بخش عصر مدرنش، یعنی چیزی که ما زیر عنوان مدرنیته میشناسیم و بنده یا من در زیر عنوان مدرنیته اندیشه ورزی ها، تحولات فکری، مسائل پیوسته و مثل عرصه سیاسی
عرصه حقوقی، عرصه آموزشی رو برای شما دارم در این بحث ها مطرح میکنم. خب اون بحث بخش دوره مدرنش، یعنی از قرن 16 17 به ویژه به بعد رو میگیم فلسفه های جدید. از همان آغاز دریافتم که تعاطی فلسفه جدید، تعاطی یعنی این کلمه، این کلمه عربیه، تعاطی یعنی خوض کردن، یعنی دقت کردن، فرو رفتن در امری بین دو نفر، چون از باب تفاعله، یعنی دو نفر یک کاری رو میکنن. نیز در فارسی وقتی به کار میره یعنی کسی در کاری خوض میکنه، یعنی فرو میره، دقت میکنه، تأمل میکنه. به سخن این تأمل کردم. از همان آغاز دریافتم که تعاطی فلسفه جدید بدون، خوب دقت کنید، خلط‌آمیزش اینجا کلید میخوره، اینجا کلید میخوره. خیلی هم ساده اینو دیدیم ها. 100 سال حداقل اگر با فلسفه های مغرب زمین آشنا شدیم این خلط رو کردیم. تنها فردید این کار رو نکرده، فردید نه تنها این خلط رو کرده بلکه به افزودن بارهای سنگین اشتباهات و کجروی ها فراوان کمک کرده در آموزش هاست. میگوید از همان آغاز دریافتم که تعاطی فلسفه جدید بدون نگرشی در فلسفه اسلامی معنی نخواهد داشت. یعنی چی؟ بعد اینو جمله تمومش کنم، این جمله همین تموم میشه، جمله بعدی رو بخونم تا بعد برسیم ببینیم چی میگه این و مقصود من از نقل این چیه. از این رو دریافتم که تعاطی فلسفه جدید بدون نگرشی در فلسفه اسلامی معنی نخواهد داشت. از این رو در آن زمان همراه با فلسفه جدید، یعنی مثلا در همون دهه 20، از این رو در آن زمان همراه با فلسفه جدید به فلسفه قدیم نیز می پرداختم و در آن فرو می رفتم. خب ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما یه ایرانی، من ایرانی مسلمان شیعی با بهرمند بودن از پاره های تاریخ باستانی خودم نیست، من ایرانی مسلمان شیعی با مجموعه بارهای فرهنگیم وقتی که میخوام مغرب زمین رو باهاش برخورد کنم لزوماً باید با فلسفه، یعنی با بینش و نگرش اسلامی شیعی خودم نیز اینها رو تطبیق بدم. بزرگترین خطایی که ما مرتکب میشیم همینجاست، همینجاست که ما در این 100 سال حتی یک شاگرد درست فلسفه نیز نتوانستیم، نه تنها شاگرد فلسفه بلکه حتی یک جامعه شناس، یک روانشناس، یک تاریخدان درست نیز نتوانستیم تربیت کنیم، نتوانستیم. چرا؟ چون متد نداریم ما. اون چی که ما به عنوان فلسفه اسلامی داریم تمام این مکتب‌های عرفانی ما تمامشون فاقد متد نگرش و بینش هستند. 26,000 بیت کتاب مثنویه. این 26,000 بیت شما وقتی که از ابتدا تا انتهاشو میخونید حرفای متنوع و مختلفی هست بدون هر گونه چهارچوب. هر سخنی رو در هر داستانی وارد میکنه
مطالب گوناگون رو کنار هم قرار میده و خواننده نمیتونه متوجه بشه که بالاخره این اینجا چی میخواد بگه. بارها و بارها باید شما در یک داستان مثنوی غور کنید، دقت کنید تا متوجه بشید معالن گوینده این سخن که مولویه چی میخواد بگه، در حالی که حرفای گوناگونی رو هم در یه دونه ایدهی که میخواد بگه که بر اون مکس نمی کنه وارد میکنه. چون ما متد نداریم، ما روش نداریم. البته همین باورهای دینی اسلامی روشمند شده. براتون وقتی که از هانری کوربن صحبت کردم گفتم این رو، و کسانی که روی کوربن آشنایی داشته باشن، کار کرده باشن، نمیدونن کوربن چون یک محقق اروپایی بود، تربیت فکری اروپایی داشت، متد بلد بود، میدانست که چگونه باید کار کنه. بنابراین این آقای سید احمد فردید میگه شناخت فلسفه جدید لزوماً باید کنارش به فلسفه اسلامی نیز بپردازم. این خلط آمیزش ها از اشتباه بزرگ این گونه آغاز میشه. یعنی در حقیقت فردید وقتی که میره، در حقیقت میره فلسفه رو بیاموزه، فلسفه های نوین رو به ویژه، تصور میکنه که باید این رو ببره در دامن اندیشه ورزی های مثلا دینی مای ایرانی مسلمان. یه نمونهش برای شما در نظر میگیرم، متوجه بشید که این وقتی که مغرب زمین رو میاره کنار باورهای دینی قرار میده چه بلبشوری به وجود میاد، چه آشفتگی هایی به نتیجه میرسه که اصلا کسی دیگه نمیتونه از اون دامنش رو خلاص کنه. ببینید یه حدیثی هست که عرفای مسلمان به این حدیث خیلی پرداختن، مولوی نیز در مثنوی در چند نوبت من دیدم حداقل در دو یا سه موضع به این حدیث اشاره کرده. میگویم پیغمبر گفته ان لربکم نفحاتون الا فتعرضوا لها، یعنی هر آینه در رب، از رب شما دمهایی هست. نفحات از جمع نفس، نفحه یعنی دم، دم. ان لربکم نفحاتون، از رب شما، از یعنی از الله، یعنی از خداوند، نفحات دمهایی هست. پس خود را در معرض اون دم الهی قرار بدید. این تعریف حدیثه یا ترجمه حدیثه به سخنی. این مسئله دم در این حدیث بعد وارد عرصه عرفانی میشه، چه از سوی مولوی چه از سوی دیگر نویسندگان و متفکران یا شاعران فیلسوف نمای عارف ایرانی به ویژه مورد تأویل های متعدد قرار میگیره. فردید چی میگه در مورد این؟ فردید میگه در این حدیث رو نقل میکنه، بعد میگه در این وضع تاریخی امروز هم انسان میتواند دمهایی داشته باشد. باز دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، در این وضع تاریخی امروز، یعنی امروزی که مای انسان ایرانی نیز در اون شریکیم، منظورش هم از امروز یعنی عصری است که انسان به علم
میپردازه، واقعیت رو ملاک عمل قرار میده و از اوهام دینی فاصله گرفته. نظرش از امروز اینه. در این وضع تاریخی امروز هم انسان میتواند دمهایی داشته باشد، یعنی بادهای الهی بوزه و اگر آمادگی داشته باشه اون دم الهی رو، نفحه الهی رو حس کنه، میتواند دمهایی داشته باشد و که از موجود به وجود رود. ببینید چگونه با یه ترهات و روش‌های حیرت انگیز جادوگرانه‌ای از هایدگر استفاده می‌کنه. هایدگر میگه، براتون توضیح دادم در فلسفه‌اش در گفتارهای پیشین، کار فلسفه اینه که به وجود بپردازه، باید از موجود بگذره و به وجود بپردازه. چنان که در بحث‌های قبلی توضیح دادم، متافیزیک دنبال موجود بوده، یعنی امر محسوس. باید از این گذشت. کار فلسفه پرداختن به امر محسوس نیست. امر محسوس رو علم بهش میپردازه، فیزیک بهش میپردازه، بیولوژی بهش میپردازه. خب باید به وجود پرداخت، به خود هستی باید پرداخت. آقای فردید چی میگه؟ میگه در وضع تاریخی امروز هم انسان میتواند دمهایی داشته باشد که از موجود به وجود رود و فلسفه هایدگر هم جز این نیست. یعنی فلسفه هایدگر همون نفحات الهیه. ان لربکم نفحاتون علافت تر رسول ها. انسان موجود را میبیند و غافل است. خب ببینید، اگر این بستری که توضیح دادم آماده بود، اگر دانشی در اون دانشگاهیان وجود داشت، معلمان فلسفه وجود داشت، روشنفکرانش وجود داشت، به این آقا میگفتن آی محترم، چه ربطی بین دم الهی، سخن پیامبر اسلام و یک مسلمان و یک عارف با هایدگر وجود داره؟ به علاوه این که هایدگر اصلا به اصل خدای دین که الله شما باشه اعتقاد نداره. بعد شما میگویید هایدگری که دنبال وجوده دنبال این دمهای الهیه. خب اینو برای چی مثال آوردم؟ برای این که بگویم فردید اونجا گفت در اون نوشته‌ای که در کتاب صادق هدایت هست، در اون مصاحبه‌ای که داشته با محمود کتیرایی، میگه من متوجه شدم پرداختن به فلسفه‌های جدید، تعاطی در فلسفه بدون نگرش در فلسفه اسلامی معنی نخواهد داشت. اون نتیجه‌ش هم این میشه. نتیجه‌ش این میشه که میاد راسیونالیتر انکار میکنه، سوبژکتیویتر رو نفی میکنه، سوژه رو که بنیان مدرنیته است، سوژه‌ای که بنیان آزادی هاست، با دکارت که کنارش ژان ژاک روسویی پیدا میشه، ژان ژاک روسوها و مونتسکیوها و ولترها و جان لاکهایی پیدا میشن که میتوانن زمینه تحول سیاسی رو به وجود بیارن. مثلا انقلاب فرانسه به وجود میاد، انقلاب فرانسه آزادی های سیاسی رو به وجود میاره و بعد دموکراسی به وجود میاد. خب اینا تمام پیوسته همین سوبژکتیویته ایست که
این آقای سید احمد فردید با تعاطی در فلسفه های اسلامی و عالم اسلامی و معارف اسلامی چه میکنه؟ سوبژکتیویته رو نفس اماره میبینه. نفس اماره. براتون یه جمله هایی رو میخوام بخوانم از نوشته های او، از گفتارهای او. به هر حال او که نوشته هایی نداشته ولی در گفتارهاش میگوید اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینو در اواخر گویا عمرش گفته، بعد از انقلاب این حرفا، اون مطلبی که در ارتباط فلسفه جدید و قد اسلامی گفتم براتون، فلسفه غربی و آموزش فلسفه غربی و رابطش رو لزوماً باید با شناخت فلسفه های اسلامی باشه، همین خلط آمیزش بین اسلام و مغرب زمینه که علی شریعتی رو به وجود میاره، همینه که علی شریعتی رو به وجود میاره، همینه که بعد علی شریعتی مغرب زمین رو استعمار میبینه. اینهاست که زمینه رشد اندیشه های اسلام سیاسی رو در ایران فراهم میکنه. بعد میاد بعد از انقلاب چی میگه؟ میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر اثری از انسانیت ندارد، آنچه هست انسان ممسوخ یعنی نسناس است، قرده خاصه است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشته. این قرده خاصه اشاره به یه آیه قرآنه در سوره، فکر کنم بقره باشه، در داستان بنی اسرائیل. بعد قرده خاصه یعنی بوزینه های مطرود. میگه اون کسانی که روز شنبه رو در میان یهودیان نادیده گرفتن یا اون رو عمل نکردن، به ممنوعات دین یهود عمل نکردن، اونا رو ما گفتیم کونو قردتن خاصه این، با آنان گفتیم یا امر کردیم یعنی اینجوریشون کردیم که اونها رو بوزینگان مطرود کردیم، از بین بردیم. خب ایشان میگوید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که بویی از انسانیت نداره قرده خاضعه نوشته. چون سخن من تمام میشه اینجا، سخن من تمام میشه چون وقتم تمامه، باز عبارتهای دیگری هست، حرفای دیگه روی این دارم که در سخن بعدی ادامهش میدم و بعد به نمایندگان دیگری کنار سید احمد فردید یعنی داریوش شایگان و سید حسین نصر میپردازم و بحث مدرنیته رو در یه عرصه دیگری وارد میکنم. فعلا همین و مرسی.